رویا پردازی با خیال بافی چه تفاوتایی داره؟ آیا هدف داشتن، هدف گذاری کردن سازوکار خاصی داره؟ اصولاً چه مدل رؤیاهایی رو میشه بهش رسید و چه مدل رؤیاهایی فقط در حد یک آرزو و رؤیا میمونن؟ اگه این موضوع براتون جذاب و جالب، ادامه ویدیو رو با من باشید. سلام دوستان، به کانال اکتینگ جرنی از سفر بازیگری خیلی خوش اومدید. من داریوشم رشادت، بازیگر، کارگردان و فارغ التحصیل تئاتر از هنرهای زیبای دانشگاه تهران. لطفا اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کارو بکنید، زنگوله کنارش رو بزنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک بکنید، کامنت بذارید و تو پیج اینستاگرامی اکتینگ جرنی دادیار و کانال تلگرامی اکتینگ جرنی از سفر بازیگری که آدرس هر دو تاش توی دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو هست حتما عضو بشید. تنها راه ارتباطی من با بچه‌ها فعلا از طریق این دو تا پلتفرمه. دوستانی که دنبال پک آموزش بازیگری میگردید حتما بهتون توصیه میکنم پک آموزش بازیگری حرفه‌ای قدم به قدم روی نگاه بهش بندازید، ویدیوهای معرفیش رو ببینید، نظر بچه‌ها رو ببینید که توی سایت گذاشتن که هم لینک تهیه کردنش هم آدرس سایت توی دیسکریپشن و توضیحات ویدیو هست. خیلی خب، بریم سراغ ویدیو امروز. همونطور که بهتون قول داده بودم تو دو سه تا ویدیو گذشته که یک سری سلسله ویدیو من تولید میکنم از 0 تا 100 این که ما چی کار کنیم که انرژیمون رو نگه داریم، چجوری برنامه‌ریزی بکنیم، چجوری بتونیم برنامه‌هامون رو تیک بزنیم، چجوری هدف گذاری بکنیم و یک سری مباحثی که نمیشه گفت به بازیگری ربط داره، نمیشه گفت ربط نداره. ربط نداره از این جهت چون مفاهیم در مورد تخصص و مهارت‌های بازیگری نیست. ربط داره از این جهت چون هر چیزی در این جهان هستی یه هدفه. سازوکار کسی که هدف داره که میخواد بازیگر بشه با کسی که میخواد بیزنسمن بشه با کسی که میخواد فوتبالیست بشه، ورزشکار بشه یا هرچی، مسیر روانشناسی موفقیت هدف گذاریش یا تیک زدن برنامه‌هاش، برنامه‌ریزی کردن، مدیریت خودش، مدیریت انرژیش، مدیریت هیجانش، انگیزش، تمام اینا سازوکارش یکیه. پس از این جهت ربط داره، خیلی هم ربط داره. بریم سراغ اولین قدم، اولین کلمه ای که انگار باهاش هستی انگار شکل انگار باهاش شروع میشه، نقطه آغازین هر چیزیه. خواستن، رؤیا داشتن، آرزو کردن، دریم یا دریمر بودن. نمیخوام ویدیو خیلی طولانی بشه چون مباحث خیلی زیادن. میخوام هر کدومش رو توی یک ویدیو جمع‌بندی بکنم یا نمیدونم شاید چند تا ویدیو باشه، اما سعی میکنم در هر ویدیو یک مبحث رو حداقل به سرانجام برسونم. من تو این ویدیو میخوام یکم هولوش رؤیا، آرزو و هدف حرف بزنیم که چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی با هم دیگه دارن و تا اینکه کم کم بریم سراغ این که چی کار میشه حالا با این اهداف و آرزوها. اولین نکته ای که خیلی مهمه اینه که دو تا تفکر سمن و به هیچ عنوان نباید اجازه بدید در شما شکل بگیرن، یا اگر شکل گرفتن هر چه سریعتر باید از این طرز تفکر سویچ کنید به اون طرز تفکر سومی که در ادامه بهتون میگم. طرز تفکر اولی اینه که در اکثریت ماها، حالا یا آدمایی که محرومن، تو مناطق محروم زندگی میکنن، تو خانواده های محروم زندگی میکنن، یا به هر دلیلی تو خانواده هایی زندگی کردیم که مدام در مغز ما گفتن که نمیشه، تو نمیتونی، امکان این که نمیدونم تو فلان به فلان چیز به دست پیدا کنی محاله. یا تا تو بچگی خواستیم یک ادعایی بکنیم برای تبدیل شدن به یه چیز خاص، یکی زده پس کلمون موضوع بشین نمیدونم گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه به آب کوثر و زمزم نتوان شست، یا نمیدونم پاتو به اندازه گلیمت دراز کن. و از کودکی برای ما یک گلیمی طراحی کردن، تعیین کردن و مشخص کردن که تو همین قدی، تو نمیتونی بیشتر از این داشته باشی، تو نمیتونی بیشتر از این جهان هستی بخوای، مال ماها نیست. اصطلاحا میگفتن مال از ما بهتروناست و ما همیشه با این تفکر بزرگ شدیم که ماها نمیتونیم، از ما بهترونها آدمای دیگه‌ای هستن، شاخ دارن، بال دارن، یا یه کسایی هستن انگار که از یه چه می‌دونم از سیاره دیگه‌ای اومدن. رفیق من، دخترم، پسرم، قشنگم، تمام موفقیت‌های عالم، تمام پیشرفت‌های عظیم هستی از یک رؤیا و از یک خواستن شروع شده و وقتی که به 90 و بیش از 90%شون رخنه می‌کنی، همشون مال کسانی بوده است که اتفاقاً از خانواده‌های بی‌بضاعت بوده اما مقاومت کرده در مقابل این خواسته جمع و وفادار بوده به رؤیای ذهنیش، وفادار بوده به خواسته ذهنیش، وفادار بوده به اون انرژی درونی که اون رو میکشونده به سمت یک چیز بزرگ. از اختراعهای تکنولوژیک بگیر تا موفقیت‌های اجتماعی، تا موفقیت‌های مادی، تا موفقیت‌های معنوی و هزاران هزار نمونه هست. خودتون خیلی بهتر از من میدونید از فوتبالیستایی که الان بهترین جایگاه ها رو دارن و همشون از قشرهای، اکثرا از قشرهای ضعیف جامعه بوده. ما یه زمانی به ما میگفتن آقا، ما میگفتیم میخوایم فوتبالیست بشیم، میگفتن آقا فوتبالیست شدن به درد کسایی میخوره که نمیدونم خانواده از بچگی براش نمیدونم کفش فلان بخره، لباس فلان بخره، بفرستادش نمیدونم تو مهد کودک، تو تیم نونهالان، نمیدونم تو چمن فلان ساپورت بشه، بره زیر نظم مدرسه فوتبال، بره فلان بره. اما اینجوری نبود. اما دیدیم که فوتبالیستایی که امروز تو دنیا دارن کرور کرور پول میگیرن و در بهترین جایگاه فوتبالی دارن بازی میکنن، لزوما کسایی بودن که از دل زمین خاکی ها و بدبختی ها اومدن بیرون و تونستن موفق بشن. ما کاری به اون عده نداریم که چرا همه نمیتونن و اینا بحثای آینده‌مونه. الان داریم با یک طرز فکر مقابله میکنیم که تمام زورش رو میزنه که به تو بگه که تو نمیتونی، تمام زورش رو میزنه که به تو بگه که حرکت نکن، نمیشه. از کجا میاد این؟ اونا هم تقصیری ندارن، اونا هم این تفکر بهشون القا شده. یک عده‌شون هم اصطلاحاً بهشون میگن دریم استیلر، رؤیا دزدان، که قبلا ها در موردش صحبت کردم. این رؤیا دزدان من نمیدونم ناخواسته است یا خواسته، ممکنه در اون عمق وجودشون آگاهانه باشه ولی خودشون خبر ندارن که خودشون به یه چیزی نمیرسن و اگر تو بهش برسی انگار مثل یک پتکیه که میزنی تو صورتش. کسی که هیچ وقت در عمرش جرأت این رو به خودش نداده حتی یک دوره 6 ماهه برای استعداد و علاقش زبان بذاره و یه هزینه‌ککی بکنه، این در و دیوار رو میاره که جلوی تو رو میگیره که تو به اون مسیر نری. چون وقتی که تو برید پیامش چیه؟ داری به اون میگی که پس تو هم میتونستی و اون نمیتونه اینو هضم بکنه که من کل زندگیمو باختم به چی؟ به یک نمیتونم، به یک شک، و این تلخه. پس این دریم استیلرها یا آگاهانه دارن این کار میکنن یا ناآگاهانه. ما کاری بهشون نداریم. ممکنه تو خانواده‌مون باشن، ممکنه پدرم باشه، برادرم باشه، صمیمی‌ترین رفیقم باشه، همسرم باشه، فرزندم باشه، هر چی. موضوع این است که اسمشون دریم استیلره، رؤیا دزده. اینا نه آدمای بدین، اصلا موضوعی نیست که اینا آدمای بدین با اسلحه برداریم نمیدونم بکشیمشون یا بگیم بفهمیم که حرفشون سند نیست. و گاهی وقتا ما پدرمون حرفش سند نیست، بهش احترام میذاریم، چاکر پدرمون هم هستیم. این به این معنا نیست که اگر ما حرف پدرمون رو قبول نکنیم ما پدرمون رو دوست نداریم. اینا با هم خیلی فرق داره. اتفاقا تو وقتی که میمونی روی رؤیات، به اون خواسته شاید قلبی پدر که خوشبختی فرزنده وفاداری. پس خیلی خلاصه گفتم و خیلی خلاصه میخوام بپذیریش. این که نمیدونم موفقیت و بازیگر شدن و نمیدونم خواننده شدن و موفقیت های آنچنانی مال از ما بهتر اوناست، مال بچه پولداراست، نمیدونم مال اوناست که از بچگی رفتن کلاس بازیگری، من الان نمیدونم 20 خورده ای سالمه، 30 سالمه، هر چقدر من همچین امکاناتی ندارم، من توی روستا، من توی فلانم، هزار و یک بهانه برای این قطعیت که من نمیتونم. حرف ما بین سختی و نتونستن نیست. اینو دقت کنید ها. تفاوت هست بین مطلق نتونستن و تونستن ولی سخت بودن. تونستن ولی سخت بودن یعنی یه روزنی هست، یعنی یه راهی هست، اما نتونستن یعنی مطلق نمیشه و ما گول میخوریم. مغزتو نمیتونه تفاوت این دوتا رو با هم تشخیص بده اگر خودت شفاف نباشی روش. وقتی که تو مدام به خودت میگی نمیتونم، مال ماها نیست، یعنی تو میپذیری نتونستن رو و وقتی که نتونستن رو میپذیری، یعنی از برداشتن کوچکترین قدم ها هم میترسی و انجامش نمیدی، و وقتی که انجام نمیدی و کوچکترین قدمی رو براش برنمیداری، خب طبیعتا دمت گرم، تو پیروز شدی، حق با تو بود. میگه آنهایی که میگویند میشود و آنهایی که میگویند نمیشود، بهتون تبریک میگم، هر دو راست میگویید. پس یک، لطفاً از این ذهنیت و از این تفکر بیایید بیرون که نمیشه، و اجازه بدید که رؤیا بافی کنید، اجازه بدید که رؤیا پردازی بکنید، اجازه بدید که بخواید، جلوی این خواست درونیتون رو نگیرید که میخواد پرواز بکنه، که که قشنگترین چیزها رو برای خودش میخواد، برای جامعهش میخواد، که سعادت میخواد، خوشبختی میخواد، چیزای قشنگ میخواد، اهداف بزرگ داره. اتفاقا تا میتونید بزرگ فکر کنید. پس این یه تفکر، بذار جلوتر مونده این که چجوری حالا رؤیا داشته باشیم حرف بزنیم. پس این یه تفکر که این تفکر رو کلا بذارید کنار، که نمیشود، که نمیتونیم، کما اینکه داریم میبینیم که تونستن. خیلی مثال هم داریم که تونستن. همین الان 80% بازیگران، 90% بازیگرایی که الان تو خود ایران، حتی هالیوود هم مثال نمیزنم، که هالیوودی‌ها که دیگه مشهورن به این که نمیدونن تو رستوران‌ها ظرف میشستن. 90% سرگذشت بازیگران هالیوود نمیدونم یا ظرفشور بودن یا زمینشور بودن یا بدبخت بیچاره بودن. ایرانی‌ها هم همینطور. یعنی تمام کسایی که ما الان داریم میبینیمشون، بیش از 90% این بازیگرا به بکشون که نگاه میکنی لنگ نون پنیر بودن. این از این. دو، یه تفکر دیگه که باید ازش دوری بکنید، یه نوع نگرش، خیال بافیه. خیال بافی فرق میکنه با رؤیا پردازی، یا میتونم اینجوری بگم رؤیا پردازی فرق میکنه با خیال بافی. خیال بافی چیه؟ خیال بافی از یک ایدئالیسم میاد، اینکه تو میشینی خیال میبافی، وای من خفن ترین بازیگر جهان هستم، من 18 تا اسکار میگیرم، وای همه آدما سر تعظیم فرود میارن، تو جشنواره اسکار نمیدونم 40 دقیقه برای من دست میزنن، نمیدونم یک سری خیال بافی های عجیب و غریب که وقتی خیال یارو رو قطع میکنی، به طرف نگاه میکنی میبینی که در راه 1/1000 1 میلیونم اون این رؤیا هم قدم برده میداره و فقط مشغول خیال بافیه، فقط مشغول خیال بافیه و خیالهای عجیب و غریب. یعنی گاهی وقتا حتی خیال بافی میکنه که مثلا واو من مثلا پاشم برم مثلا چه میدونم یه سیاره سیاه چاله کشف بکنم فلان و این داستانه. بعد طرف میگه خودت تو توی خیالت میخوای بازیگر بشی، تو توی خیالت بزرگترین کشتیگیر ایرانی، تو توی خیالت نمیدونم قهرمان ایرانی، تو تو خیالت چه میدونم سینماگری کارگه، تو تو خیالت آقا تکلیف ما رو روشن کن، تو کدومی؟ تو اگه خدا 600 تا عمرم بهت بده، تمام عمرتم وقف این اهداف بکنی، رؤیاها بکنی، نمیتونی بهش برسی. این خیالات چیه میبافیم ما به هم، این بهش میگن خیال بافی. پس از این مدل رؤیا بافی یا رؤیا از این جنس خیال بافی ها و آرزوهای الکی، من به اسمشو میزنیم، آرزوهای دست نیافتنی عجیب و غریب که فقط حس خوب به آدم میده، به آدرنالین نمیدونم یا یه هورمونی ترشح میکنه که ما سرشار از لذتیم چون در خیال خودمون هستیم. برای کسی که افسرده است، برای کسی که چه میدونم هیچ کاری قرار نیست بکنه، من میگم اگر تو قرار نیست کاری بکنی، بین فکر بد کردن و خیال بافی کردن، من میگم خیال بافی بکن، عیب نداره، حداقلش اینه که یه حس خوبی بهت میده. اما طرف صحبتم با کساییه که ما میخوایم یه مسیر رو بریم که قدم به قدم به اون مسیر برسیم. پس دومین تفکر اینه که از خیال بافی های اینجوری الکی نمیدونم گویه یه جوری نمیدونم خیال بافی میکنید، خودتون میدونید یهو مثلا من 6 سال پشت سر هم اسکار بگیرم و تو میدونی که هیچ کدوم از این مسیر، هیچ چیزای موفقیت‌های کوچیک بازیگری، اصلا بازیگر شدن براش مهم نیست، تنها چیزی که تو ذهنش اینه که من 8 تا اسکار بگیرم. فقط داره مثلا به خیال بافی میکنه، نمیدونم تمام ایران به افتخارش دارن دست میزنن، سالار عقیلی براش آهنگ خونده ایران و برای اون انگار مثلا خونده. اینا الان که وقتی گفتم چه مدل رویا پردازی بکنید، بیشتر میفهمید از این ور منظور من از خیال بافی کردن چیه، چه رویا پردازی درست چیه و کجاها وقتی که خیال بافی میکنید خودتون میفهمید. بریم سراغ حالا اون چیزی که من مد نظرمه، رؤیا پردازی. رؤیا پردازی یعنی چی؟ آرزو داشتن. آرزو داشتن یعنی چی؟ یعنی آرزوی خوشبختی کردن، آرزوی سعادت کردن. آرزوی خوشبختی کردن یعنی چی؟ یعنی تو یک زندگی مناسبتر، خوشبختانه‌تر، پر از رشد، پر از چالش، پر از دستاورد رو برای خودت آرزو میکنی، برای خانوادت میخوای. میدونی مادیات خوب رو میدونی چرا یهو تصور نمیکنی که 800 صندوق طلا به دست آوردی. ممکنه تو یه آرزو کنید برای ماشین خوب، ممکنه آرزو کنی برای خونه داشتن، برای خانواده‌ات، یه خونه داشتن برای خودت، ممکنه آرزو. اینا خودش اهداف بزرگی، فکر نکنید اینا اهداف کوچیکی. یارو کل عمرش رو میدوه آخر سر نمیتونه خونه بخره. حالا جلوتر بهتون میگم که حتی از این هم بزرگتر بله میشه فکر کرد با برنامه. اما اینا رویا پردازیه. این که تو رویا داشته باشی که بله منی که الان مثلا در یک روستای کوچیک زندگی میکنم، توی شهرستان کوچیک زندگی میکنم، توی خانواده متوسط به پایین زندگی میکنم، اشکال رویا اینو داشته باشی که بازیگر شدی، رویا اینو داشته باشی که داری قدم برمیداری، داری هر سال بازیگر بهتری میشی، چه میدونم موفقیت های ریز و درشت داری به دست میاری. بله چرا که نه، 4 تا جایزه مثلا بیاد چه باحاله، اب نداره. حالا گاهگداری اون لالوها مثلا چه باحال میشه، مثلا همین میشه، مثلا من به اسکار برسم، به اسکارم اب نداره، فکر کن تمرینش هم کن، با شامپو هم اداش رو در بیار یه دونه اسکار، اب نداره. گاهگداری جاه طلبانه باش، به 2 تا اسکارم فکر کن، به 3 تا اسکارم فکر کن، به 4 تا اسکارم فکر کن. اما جنس رؤیا پردازید این باشه که تو انگار فقط به اون فکر نمی‌کنی، انگار این وسط‌ها کلی آرزو داری، اونو انگار برای زاپاس گذاشتی، اونو انگار گذاشتی برای مثلا چه میدونم یه تفریح جانبی خیال پردازید. اصل چیزا این چیزایی که تو این مسیره، اون ماشین داشتن، اون بازیگر شدنه، 4 تا کلاس بازیگری رفتنه، کم کم رشد کردنه، ممکنه توی فیلم نقش کوچیک بازی کردنه، بعد یعنی ممکنه مثلا من تو نقش تو سریال ها، تو فیلم ها نقش اصلی بازی بکنم، یا نمیدونم چون 2 تا قرارداد خوب ببندم، حالم خوب باشه. اصلا آرزوی حال خوب کردن، یه زندگی سرشار از رشد، سرشار از پیشرفت، آدم مثبتی بودن، اینا بهش میگن رؤیا پردازی های درست، آرزو داشتن های درست و منطقی. تمرین، اولین تمرین برای آرزوی درست داشتن، یک خودکار و کاغذ بردارید، به مدت 3-4 روز، یا شاید همین الانم به نتیجه رسیدید، شاید 1 هفته طول کشید، برید یه جای خلوت، یه جای باحال، یه جای چه میدونم سرسبز، یه جایی که حالتون خوب باشه اونجا، یه موسیقی باحال، موسیقی که تمام استعدادها و رویاهاتون رو انگار یادتون میاره، به وجدتون میاره، گوش بدید، قدم بزنید، حالتون باید خوب باشه. اگه حالتون خوب نباشه این تمرین به درد نمیخوره. پس نیاز هست که حالتون خوب باشه. چی حال خود شما رو خوب میکنه؟ یه مکان خوب حال شما رو خوب میکنه، یه موسیقی خوب حال شما رو خوب میکنه. بعد بشینید، یه خودکار بیارید، یه کاغذ بیارید، بدون اینکه توجه کنید به اینکه چطوری تمام آرزوهای ریز و درشتی که تو ذهنتون میاد رو بنویسید. از اسکار گرفتن، از نقش کوچیک بازی کردن، از خواننده شدن، از فوتبالیست شدن، ممکنه بعضیاتون 3-4 تا هدف داشته باشید، از خونه برای خودتون خریدن، برای باباتون خریدن، نمیدونم برای مادرتون فلان خریدن، برای همسرتون، هر آرزویی که دارید. بیشتر هدف من آرزوهای بازیگران است دیگه. هر اهدافی که دارید بیاید شروع کنید بنوشتن. من با اون بخش آرزوهای بازیگرانتون کار دارم، در ادامه چیزهای بعدی رو خواستم توضیح بدم، مسیرهای بعدی، کارهای بعدی. خودتون میتونید اون تمرینات رو تو بقیه آرزوهاتون، بقیه اهدافتون هم سویچ بکنید، همین مکانیزم رو اونجا به کار ببرید. پس شروع کنید بدون اینکه سانسور بکنید، بدون اینکه 1% به این فکر کنید آخ من چجوری میتونم اسکار بگیرم، من چجوری میتونم برای تارانتینو بازی کنم، من چجوری میتونم برای فلان کارگردان بازی کنم، من چجوری میتونم برای اصغر فرهادی بازی کنم، من چجوری میتونم مثلا چه میدونم من که لهجه دارم الان بنویسم آرزوم اینه که بدون لهجه من در یک فیلم بازی کنم و یه نفر تشخیص ندهد نمیدونم من کجایی هستم یا هر چی. نه، هر آرزویی که دارید، یا نمیدونم با همین لهجه‌ای که دارم من جایزه بازیگری بگیرم در فجر، یا نمیدونم نقش اصلی بازی کنم در یه فیلم سینمایی با همین لهجه‌ای که مثلا دارم، هر آرزوی بازیگرانی که دارید رو بنویسید. ممکنه 50 تا باشه، 100 تا باشه، 200 تا باشه. کل آرزوهاتون، اهدافتون ریز و درشت. یه ساعت خریدن، ممکنه یه انگشتر خریدن، نمیدونم یه گوشی خریدن، یه هر چیزی ممکنه یک آرزو باشه. ممکنه 200 تا باشه. پس کنترل نمیندازه، نگران نباشید، بنویسید و بدون اینکه بهش فکر کنید که یعنی لحظه‌ای که ذهنتون اومد گفت آه این خیلی بزرگه، من چجوری به این برسم، همون لحظه بگو چیز نخور به ذهنت بگو و ادامه بدید و ادامه بدید. بنویسید ویدیوی بعد من با این آرزوهاتون، با این رؤیاهاتون کار دارم، خیلی هم کار دارم. ویدیو رو تمام میکنیم. دوستانی که تا همین الان باز هم میگم هنوز تمرینات بازیگری رو شروع نکردید، الکی دارید دست و پا میزنید تو این سایت ها، تو این تلگرام ها، نمیدونم این بر اون بر و هیچ و نمیتونید یه مسیر مشخص تمرینی بازیگری در نظر بگیرید و همش دارید دست و پا میزنید و نمیدونید چی کار بکنید، کلاس بازیگری مشخصی ندارید که برید، به هر دلیلی متریال خوب بازیگری ندارید، بهتون پک آموزش بازیگری حرفه‌ای قدم به قدم رو توصیه میکنم. باور کنید بهتون کمک میکنه. به خدا اگه بهتون کمک نمیکرد انقدر سفت بهتون معرفیش نمیکردم. نتیجهش رو هم در بچه ها دیدم که دارم الان بهتون میگم. دوستتون دارم، مراقب خودتون خیلی باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و ویدیو رو به دوستاتون معرفی کنید اگر فکر میکنید چیز خوبیه. تا ویدیو بعد.